سلام به روی ماهتون، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. بچه تو این ویدیو میخوام راجع به درمان شپش به واسطه ای سیف که با اتون صحبت کنم. مثل همیشه اگر به موضوعات پوست سلامتی زیبای علاقه مندین، حتما چنل یوتیوب هم سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید و هر سوالی داشتید تو قسمت کامنت از من بپرسید. بچه شپش سخت به خودی خود مشکل خطرناک معمولا به شما نمیاد، اما میتونه باعث خارش شدید و آزاردهنده‌ای باشه، مخصوصا وقتی که بخواد مداوم باشه و ممکنه که تبدیل به عفونت بشه برای شما. کلا شپش به راحتی از پوست سرتون جدا نمیشه و حتی استفاده از سشوار هم میتونه باعث پرتاب تخما به فاصله دورتر بشه. حالا ممکن سوال بپرسید ما چطوری میتونیم شپش سر با سرکه درمان کنیم؟ اول از همه استفاده صحیح از سرکه برای از بین بردن شپش، شستشوی لباس ها تو دمای خیلی بالا، از بین بردن بافت محافظ اطراف تخمه شپش، تمیز کردن برس با الکل یا سرکه، استفاده از سرکه سی با انواع روغن ها، استفاده از مخلوط سرکه و نمک، مخلوط سرکه و رزماری و ترکیب سرکه و سی که میتونه باعث درمان شپش سرتون بشه. بریم با هم دیگه راجع به این قضیه بیشتر بدونیم. ببینید بچه ها، درمان شپش سر به واسطه سیف که میتونه یه راه حل طبیعی باشه، چون که سیف که خاصیت اسید استیک داره و قادره که بافت محافظی و اطراف تخمه شپش به وجود بیاره و باعث حل اون بشه. با این حال توجه داشته باشید سرکه تنها بر تخمه شپش تاثیر میذاره و بعضی به موندن شپش بالغ کافی نیستش. از این رو توصیه میشه اول از همه از شامپوی ضد شپش بعضی به موندن شپش بالغ استفاده بشه تا زنجیره تکثیر شپش کاملا متوقف بشه. بعدی چرخه زندگی شپش هست. بچه ها در درمان شپش درک چرخه زندگیش خیلی اهمیت زیادی داره. تخمه شپش صرف 7 تا 9 روز پس از تخم گذاری شروع به بیرون اومدن میکنه و در صورت باقی موندن حتی یه تخم میتونه پس از 2 هفته دوباره تکثیر بشه. شپش های بالغ تا 3-4 هفته قادر به زنده موندن هستن. از این رو استفاده مداوم از سرکه که برای دوره حدود 1 ماه ضروری است تا کامل شپش ها از بین برن. عامل مؤثر تو اثر بخشی سرکه در درمان شپش میزان اسید استیک. در حالی که همه سرکه ها حاوی اسید استیک هستن، غلظت این ماده در میان انواع مختلف سرکه متفاوته. سرکه هایی که غلظتشون کمتر از 5% ممکنه تو حل کردن لایه محافظ تخمه شپش خیلی کارآمد نباشه، اما اونایی که غلظتشون بالاتر از 7% ممکنه پوست سر رو تحریک کنه و مشکلاتی مثل خشکی مو و خارش به وجود میاد. پس خیلی مهمه که نه خیلی غلیظ باشه، نه خیلی درصدش یعنی پایین باشه، نه خیلی بالا باشه. برای استفاده از سرکه تو درمان شپش اول از همه موهاتون رو باید مرطوب کنید، سپس چند فنجون سرکه رو مستقیم رو پوست سرتون بریزید و بعد هلوش 5 تا 10 دقیقه رو پوست سرتون بمونه و با یه شانه فلزی با دندونه‌های ویز شروع کنید موهاتون رو و کف سرتون رو کاملا از شپش خارج کنید. و برای برپه‌برداری بیشتر خواص سرکه تو درمان شپش، ترکیبش با مواد طبیعی خیلی توصیه میشه. مثلا میتونید 30 میلی لیتر سرکه سیبا و 15 میلی لیتر روغن جوجوبا، 10 قطعه اسانس پونه و 10 قطعه اسانس نیولی و 15 قطعه اسانس عرعر ترکیب کنید. این محلول رو به موهاتون میزنید، بعد از هلوش 1 ساعت موهاتون رو میشویید و اثر بخشش رو در جا میبینید. بچه ها یه موضوعی هستش در مورد خارش شدید. خب یکی از علائم شپش سر خارش شدید و آزاردهنده هستش، اونم ناشی از واکنش بدن به بزرگ شپش هنگام تغذیه از خون میزبانه. خارش مداوم میتونه منجر به خارش دیگی عفونت های زیاد بشه، بس باید حتما به سرعت دکتر برید و استفاده کنید. یادتون باشه که اگه شپش سر دارین لباساتون رو توی دمای بین 50 تا 60 درجه سانتیگراد حتما بشویید تا هم تخما هم شپش ها کاملا از بین بره. و یادتون باشه که روی کلاه و سبی ملحفه ممکنه شپش ها باقی بمونه، پس خیلی مهمه که توی دوره درمانتون حتما با آب جوش و دمای خیلی بالا شپش رو کاملا از بین ببرید، یعنی وسایلتون رو به واسطه آب گرم کاملا بخواین ضد عفونی کنید.
و اگر که از شونه یا بوس خاصی استفاده میکنید حتما به واسطه مواد ضد عفونی کننده کاملا بشورینش که شپش از سرتون کاملا بره. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو لایک کنید و سرزنتون بفرستید. هر سوالی داشتید تو قسمت کامنت از من بپرسید.